برای درست کردن این سس کچاپ خونگی خیلی خوشمزمون مسلماً به گوجه فرنگی نیاز داریم که از گوجه که استفاده میکنین سعی کنین گوشتی باشه و من اینجا الان به خاطر اینکه گوجه فرنگی مقدار رنگشون کم رنگ هست از این مقدار چغندر قرمز دارم استفاده میکنم که سسمون رو خوش رنگ تر میکنه و خیلی تو طعمش اثر خاصی نداره اما رنگش رو خیلی زیباتر میکنه. شما هم در هر صورت اگر گوجهتون هم خوش رنگ هم بود باز میتونین از اون استفاده بکنین. به اندازه نیم کیلو شکر هست که اصلا حذفش نکنین. اگر خواستین که سلامت تر باشه میتونین از شکر قهوه‌ای به جاش استفاده بکنین. به اندازه 3 قاشق غذاخوری یا 45 گرم سرکه هست. به اندازه 2 قاشق غذاخوری سرکه سفید یا 30 میلی لیتر یا 30 گرم. اگر در دسترس نداشتین میتونین از سرکه انگور استفاده بکنین که سرکه رنگی هست، ولی این چون اسیدی تر هست یه حالت گزش خیلی خوبی روی زبون سسمون خواهد داشت. 3 حبه سیر هست که من سیر آرگوز کردم و از وسط نصفشون کردم. 1 قاشق چایخوری نمک هست حتما اضافه بکنین. پودر زنجبیل هست به اندازه 1/2 قاشق چایخوری. اگر زنجبیلی تازه در دسترستون بود به اندازه 1 بند انگشت میتونین با این جایگزین بکنین. اگر هم دوست نداشتین میتونین حتی حذفش بکنین. پودر پیاز هست به اندازه 1 قاشق چایخوری که میتونین این پودر پیاز رو با 1 عدد پیاز قرمز کوچولو جایگزین بکنین که اون رو هم خرد کنین و به موادمون اضافه بکنین. و من از 1 عدد فلفل چیلی خشک دارم استفاده میکنم. شما میتونین به جاش پودر چیلی به اندازه 1 قاشق چایخوری جایگزین بکنین. همینطور که میبینین تمامی مواد رو با هم که مخلوط کردم. الان یه مقدار گوجه ها شروع کرد به آب انداختن به همراه اون سرکه و شکر. حالا در به اینو میگذاریم حدوداً بین نیم ساعت تا 40 دقیقه زمان میبره تا گوجه ها کاملا له بشه و پخته بشه. اما مطمئنن اگر که موادتون رو شما دو برابر بریزیم این زمان طولانی تر خواهد بود. دوستان بعد از 1 روب ببینیم به چه صورت شد و این اونقدر باید بجوشه تا این آب کاملا جمع بشه و نسبتاً غلیظ بشه. رنگش هم که بی نظیر شده. خب دوستان دقیقاً بعد از 40 دقیقه الان مواد ما این شکلی شده. حالا الان من داخل تابه رو بهتون نشون بدم. ببینید وقتی که این کار رو انجام میدیم این قسمت ها حالت فومی پیدا میکنه، یعنی آب شروع میکنه به جوشیدن و این هنوز نشون میده که یک کم دیگه آب داخل موادمون هست. حالا من 10 دقیقه دیگه بهش اجازه میدم که بجوشه که این آب هم کم کم حذف بشه. خب دوستان بعد از 50 دقیقه آب داخل گوجه کاملا تبخیر شده ببینید و من همین الان دیگه اون فلفلی رو که داخلش انداخته بودم رو ازش خارج کردم و ما قراره که این رو بریزیم داخل مخلوط کن یا با گوشکوب برقه این رو لهش بکنیم. این رنگ به نظر من رنگی بسیار عالی و زیباست. به خاطر همین الان دیگه من این تیکه های چغندر رو که داخلش انداختم رو ازش خارج میکنم، ولی اگر دوست داشتین میتونید اینها رو هم با اینها بلندشون بکنین، مخلوطشون بکنین و رنگ تیره تری خواهیم داشت. و اینکه اگر خواستین این کار رو انجام بدین و دلتون نخواست که در انتها اینها رو جدا بکنین میتونین از اول اینها رو رنده بکنین که توی پخت خیلی بهتر و راحت تر بپزن. البته اگر خواستین میتونین این فلفل رو داخلش بلندش بکنین اما دیگه تبدیل میشه به یک سس چیلی و این میزان فلفل دیگه بستگی داره به شما و به ذائقه شما که چه مقدار میخواین تند باشه یا چه مقدار میخواین نمکش رو بچشین شور باشه، ولی الان طعم این عالی و بی‌نظیر و اندازه ها کاملا دقیق و خوشمزه. عطر بی‌نظیری الان اینجا پیچیده. قشنگ میتونین حس بکنین که چقدر این سس الان خوشمزه است. صافی این رو من ردش کردم و همینطور که میبینین یه سس بی نهایت خوش رنگ و عالی و یک دستی داریم. حالا برای اینکه متوجه بشیم ببینیم که آیا آب گوجه کاملا تبخیر شده یا نشده، آیا نیاز هستش که این رو دوباره بگذاریم بجوشه یا نه،
من یه قطره از اینو داخل ظرف می‌ریزم. به این روش میتونین راحت امتحان بکنید. وقتی که این رو رو به پایین نگه میدارین، ببینین یک دست سس گوجه ما شروع میکنه به پایین آمدن. اما اگر دیدین که از این قسمت شروع شد یه مقدار آب گوجه کم رنگ سرازیر شدن، این نشون میده که هنوز سس ما آبدار هست و شما باید بگذارین که اون آب یکم دیگه تبخیر بشه. یعنی این رو میذارین میجوشه حدودا چند دقیقه تا اون آب تبخیر بشه. اما اون میزان جوشیدن رو که خدمتتون داخل فیلم عرض کردم انجام میدین، دیگه به اون نقطه نخواهیم رسید و الان سس ما کاملا آماده و بدون هیچ آب اضافه. این رو داخل یک ظرف کاملا تمیز و کاملا خشک میتونید تا مدت ها داخل یخچال نگهداری بکنید. نوش جونتون.